من شخصا پس از فرایند نظرخواهی دموکراتیک مسئولیت یافتن راه حلی فوری را بر عهده میگیرم. در این حال از شما میخواهم موضع ما را در مذاکرات تقویت کنید. از شما میخواهم به طرح نجات که در حال از بین بردن اروپاست رأی منفی بدهید. دعوت به دادن رأی منفی از سوی سیپراس نخست وزیر یونان در کمتر از 3 روز مانده تا برگزاری همه پرسی روز یکشنبه در این کشور. دولت یونان دلیل برگزاری این همه پرسی را شرایط غیر قابل قبول اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای ادامه برنامه کمک مالی اعلام کرده و از مردم این کشور خواسته است برای رد این پیشنهادها با دولت هم رأی شوند. از دیدگاه دولت مردان یونان رأی نه به منزله خروج از اتحادیه اروپا یا منطقه پولی یورو نیست، بلکه این امکان را می‌دهد تا یونان از موضع قوی‌تری برای حل بحران بدهی‌ها چانه‌زنی کند. اما مسئله‌ای که برای برخی تحلیلگران سیاسی سوال برانگیز است، وجهه قانونی برگزاری این همه پرسی است. در ماده 4 از بند 2 قانون اساسی یونان بر پایه همه پرسی در مورد مسائل مالی عمومی به دلایلی ممنوع اعلام شده است. این واضح است که انتظار داشته باشیم سرنوشت مسئله بسیار حساس و در این حال پیچیده‌ای چون دارایی‌های دولت با یک بلی یا خیر تعیین نشود. مراجعه فوری به آراء عمومی در فرایندی که حتی این ظرفیت را دارد تا گره بحران موجود را کورتر کند. مقامات یونانی سرنوشت این بحران را به دست رفراندومی سپردند که به اعتقاد آنها برای برگزاری آن در کشور مهد دموکراسی نیازی به کسب مجوز از سوی وزرای دارایی اروپا ندارد. شاید این همه پرسی بیانگر دوره جدیدی باشد برای برگزاری این نوع از رفراندوم ها. باید یادآور شوم که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز خود طرح رفراندومی از این دست را ارائه کرده است. بنابراین احیانا ما اکنون به سمت دوره ای از رفراندوم ها برای بازنگری روابط با اروپا در حرکتیم که خروج یونان و بریتانیا از حوزه یورو از جمله آنهاست. آخرین نظرسنجی ها در ابتدای ماه ژوئیه نشان از برتری 5% رأی آری نسبت به رأی ندارد. به نظر می رسد مشکلات مربوط به بسته شدن بانک ها و تامین وجه نقد بسیاری از یونانی ها را در دادن رأی قاطع مردد کرده است.